سلام دوستان به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم بحث در مورد دوران محورهای مختصات رو با هم دیگه ادامه بدیم توی ویدئوی قبلی دیدیم که معادله به فرم AX2 به علاوه BXY به علاوه CY2 به علاوه DX با علاوه EY با علاوه F مساوی با صفر توی یه حالت خاص که ما حالت x y به علاوه دو مساوی با صفر رو در نظر گرفتیم به ما چی رو نشون میداد یک حضلولی دوران یافته رو نشون میداد درسته حضلولی دوران یافته رو نشون میداد خب امروز من میخوام یه ادعای خیلی جالب برای شما بکنم ادعای من اینه که این معادله در حالت کلی میتونه هر مقطع مخروطی دوران یافته به اندازه دلخواه رو توصیف بکنه خب ادعای خیلی بزرگی نظر میاد بیاین ببینیم که میتونیم اثباتش بکنیم یا نه خب ادعایی که من دارم میکنم به زمان ساده یعنی چی یعنی اینکه بیاد فرض بکنیم که یه دستگاه مختصات اصلی داریم مذرت میخوام خط راست من باید بکشم برای محور مختصات یه دستگاه مختصات اولیه بیاید در نظر بگیریم این دستگاه آبی رنگ دستگاه اولیه ماست که این معادله فرض میکنیم توی این دستگاه نوشته شده خب محورمون هم بیاید نامگذاری بکنیم طبق معمول محور X و محور وای رو داریم خب حالا من دارم ادعا میکنم که یک دستگاه مختصات دوران یافته ای وجود داره مثلا این دستگاه بنفش رنگ رو بیایید در نظر بگیریم این محور x و اینم مثلا محور وایهاش هاش باشه من کم کم نقاشیم هم داره بهتر میشه فکر کنم خب محور x و وای های دستگاه دوران یافتم بذاریم x پریم و وای پریم اسمش خب و مقدار دوران هم ما نمیدونیم هنوز اسمش رو میذاریم یه زاویه یه دلخواه تتایی مثلا زاویه تتا و ادعای من این استش که وقتی این معادله رو اسمش رو بذاریم معادله یک مثلا معادله یک توی دستگاه آبی رنگ اگر نوشته شده باشه یه دستگاه بنفش رنگی وجود داره که نسبت به دستگاه آبی رنگ به یه مقدار تتای دوران یافته و اگر ما بیایم معادله یک رو توی دستگاه بنفش رنگ بازنویسی بکنیم یعنی بیایم بر حسب x پریم و y پریم بنویسیم این معادله رو به فرم استاندارد یه مقطع مخروطی در میاد و ما میتونیم شناسایی بکنیم که این چه مقطع مخروطی هستش و اگر تتا رو هم بتونیم به دست بیاریم میزان دورانش رو هم خواهیم فهمید خب برای اینکه بتونیم این ادعا رو ثابت بکنیم اول باید ببینیم که ما چطوری میتونیم اصلا این معادله رو توی دستگاه x پریم و وای پریم بازنویسی بکنیم یعنی باید بتونیم x و y رو بر حسب x پریم و y پریم به دست بیاریم پس اینجا بنویسیم هدف اولی رو x و y را بر حسب x و وای پریم می خواهیم به دست بیاریم. به دست بیاریم. خب بیاید سعی بکنیم با هم دیگه این کارو بکنیم برای حالت خاص اگر یادتون باشه وقتی که تتا 45 درجه بود توی ویدئوی قبلی این کارو کردیم در حالت کلی برای زاویه دلخواه تتا دقیقا همون روش رو انجام میدیم یعنی یه نقطه دلخواهی میگیریم توی صفمون و فرض میکنیم که این از مبدع مختصات یه فاصله آر داره و یه زاویه آلفایی هم با دستگاه مختصات دوران یافتمون با محور ایکسش میسازیم. خب. حالا این نقطه ما توی دستگاه مختصات اولیه‌مون یعنی دستگاه x و y مختصاتش فرض میکنیم همون x و y هستش و توی دستگاه x و y پریم این نقطه‌مون مختصات x و y پریم داره این خط که من دارم می‌کشم خطای عمود بر محورهای مختصات هستن پس اینجا هم x و y پریم هستش مختصات این نقطه. خب تو نقطه اونم میتونیم بگیریم پی مثلا خب حالا بر حسب آرا آلفا این نفع قبلی میتونیم مختصات ایکس پریم و وای پریم رو بنویسیم این یکی وای پریم هستش اوز میخوام من نوشتم ایکس پریم این وای پریم هستش خب ایکس پریم مساوی با چی میشه ایکس پریم مساوی میشه با چی؟ همطور که میبینید اینجا یه مسلس قائم و زاویه داریم اینم زاویه قائمشه پس اکسپریم برابر میشه با آر زب در کوسینوس زاویه آلفا آر در کوسینوس آلفا همطور که قبلا دیدیم عین همون وای پریم مساوی با چی میشه؟ بهم بگین وای پریم مساوی با آر در سینوس آلفا میشه درسته؟ آر سینوس آلفا خب این از اکسپریم و y پریم حالا بیایم x و وای رو بنویسیم بر حسب آرو و آلفا برای اینکه ایکس و وای رو بنویسیم دقت میکنیم که زاویه ای که این خطی که پی رو به مبدا وصل کرده با محور ایکس اصلیمون میسازه هست آلفا به علاوه تتا درسته این زاویه تتا رو هم اینجا داریم پس آلفا به علاوه تتا هست کل این زاویه بنابراین ایکس مون میشه چی میشه این دفعه کدوم مثلث رو داریم در نظر میگیریم این مثلث رو داریم در نظر میگیریم که این هم قام استش. این مثلث است را اگر نگاه بکنیم این زل اندازش x هستش پس x برابر میشه با چی r در کسینوس این زاویه که هست آلفا به علاوه تتا پس x مساوی میشه با r در کسینوس آلفا به علاوه تتا درسته که تتا هم زاویه هستش که ما هنوز نمیدونیمش خب وای مساوی با چی میشه وای مساوی میشه با r در سینوس آلفا به تتا درسته سینوس آلفای به علاوه تتا خب بیاید از بست حاصل جمع سینوس و... حاصل جمع میخوام بست کوسینوس جمع دو زاویه و سینوس جمع دو زاویه استفاده کنیم تا بتونیم x و وای رو بر اساس x y به دست بیاریم مجددا این هم کاریه که توی ویدئوی قبلی انجام دادیم x میشه آر در کوسینوس آلفای به علاوه تتا میشه چی میشه کوسینوس آلفا کوسینوس تتا منهای سینوس آلفا سینوس تتا درسته منم مدت ها اینا رو یادم می رفته. شما هم یادتون رفته اشکالی نداره ولی انقدر با خودتون مرور بکنید که یادتون بمونه پس داریم چی آر در کوسینوس آلفا کوسینوس تتا من های مجددا آر در سینوس آلفا سینوس تتا بسیار عالی خب اینجا رو اگر بخوایم سادش بکنیم یه کمی دقت میکنیم که طبق این دوتا رابطه ای که اینجا داریم R کسینوس آلفا X پریم ما هست و R سینوس آلفا Y پریم ما هست درسته؟ خب پس اینو میتونیم خیلی راحت بنویسیمش چی؟ کسینوس تتا در X پریم منهای سینوس تتا در وای پی جلسه پیش برای تتا 45 درجه ما دقیقا همین رابطه رو به دست آوردیم خب برای وای چی به دست میاریم سینوس آلفا برای تتا میشه چی میشه کسینوس آلفا سینوس تتا به علاوه سینوس آلفا کسینوس تتا درسته خب ان که درسته آر در بنویسیم کوسینوس آلفا سینوس تتا به علاوه مجددا آر در سینوس آلفا کوسینوس تتا درسته مجددا توی این رابطه هم میبینیم که R کوسینوس آلفا ایکس پریم هستش و آر سینوس آلفا وای پریم هستش پس ایکس پریم و وای پریم رو جایگذاری میکنیم از این رابطه <applause> به دست میاریم چی؟ به دست میاریم سینوس تتا در ایکس پریم درسته به علاوه کسینوس تتا در وای پریم پس تا اینجا ایکس و وای رو بر حسب ایکس پریم و وای پرین به دست آوردیم خب حالا چی کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم بیایم توی معادله یک که برای دستگاه x و y نوشته شده به جای x بذاریم این رابطه یعنی کوسینوس تتا x پریم سینوس تتا در y پریم به جای y هم این رو جایگذاری بکنیم یعنی سینوس تتا x پریم به علاوه کوسینوس تتا در y پریم اون وقت چی میشه؟ در حقیقت ما اومدیم این معادله یک رو برای دستگاه x پریم و y پریم بازنویسی کردیم. درسته خب در نگاه اول اگر این جایگذاری رو بکنیم این معادله به یک همچین فرمی در میاد یعنی فرم خودش رو حفظ میکنه با یه ضرایب جدیدی مثلا میشه به بعد از ساده کردن به این فرم نوشتش آی بزرگ در x پریم دو به علاوه b در x پریم y پریم این فرمی هستش که چی این معادله بعد از جایگذاری این روابط توش به دست بهش در میاد B در X پریم Y پریم به علاوه C در Y پریم دو به علاوه D X پریم به علاوه E Y پریم به علاوه F مساوی با سف این A و B و C و D و E F بزرگ چی اینا ضرایب جدید این معادلا برای دستگاه X پریم و Y پریم که هر کدوم از اینا احتمالا توشون کسینوس تتا و سینوس تتا رو دارن حالا ادعای من چی هستش این همه واسطون حساب کتاب و ضرب و تقسیم کردم من میخواستم به کجا برسم میخواستم به اینجا برسم که اگر ما زاویه تتای مناسب رو انتخاب بکنیم اینجا گنده میسیم تتای مناسب یعنی یه زاویه دوران محورهای مناسب رو پیدا بکنیم میتونیم کاری بکنیم که این بی مساوی با صفر بشه یعنی این بی بشود صفر خب خب چه دردی میخوره حالا بی اگر صفر بشه دقت بکنید که اگر بی صفر بشه فرم معادله ما میشه چی میشه آ x پریم دو به علاوه c y پریم دو به علاوه d x پریم به علاوه e y پریم علاوه f مساوی با صفر یعنی دیگه این جمله x پریم y پریم رو نداره خب این معادله چی هستش؟ اگه یادتون باشه تو ویدئوی قبل قضیه ی یک قضیه یک به ما می گفت هر معادله که به این فرم باشه غیر از یه سری حالت خاص که ممکنه توهی یا یه نقطه یا یک خط یا دو خط موازی یا دو خط متقاطع یا کل صفحه باشد چی هستش؟ یکی از مقاطع مخروطی هستش یعنی فرم استاندارد یک مقطع مخروطی هستش که میشه به این حالت تبدیلش کرد. خب این یعنی خیلی جالب شد دیگه یعنی ما میتونیم یه تتای مناسبی رو پیدا بکنیم که اگه دستگاه مختصاتمون رو اونقدر دوران بدیم این معادله دلخواه یک توش به این فرم تبدیل میشه و این یعنی چی؟ یعنی یک مقطع مخروطی هستش مقطع مخروطی هستش درسته بغیر از حالتهای خاصی که خب فعلا خیلی بهشون کاری ندارم پس هر مقطع مخروطی دوران یافته ای رو به شرطی که این ادعای من اینجا درست باشه یعنی تتای مناسبی رو بشه پیدا کرد که این ضریب بی رو صفر بکنه هر مقطع دوران یافته مقطع مخروطی دوران یافته رو در حالت کلی میشه به این فرم نوشتش خب بیایید ببینیم که این ادعای من درست هست یا نه ما میتونیم یه تتای مناسبی پیدا بکنیم که این ضریب بی بزرگ صفر بشود یا نه برای اینکه بتونیم بفهمیم درسته یا نه باید بی رو به دست بیاریم خب بیاید سعی کنیم با هم دیگه بی رو به دست بیاریم. خب B رو چجوری میتونیم به دست بیاریم یا در حالت کلی کل این ذرایع به A و B و C و D و E و F بزرگ رو چجوری میتونیم به دست بیاریم گفتیم که باید توی این معادله یکمون معادله اولیامون یا مدل مادرمون به جای x و y بیایم اینایی که به دست آوردیم رو جایگذاری بکنیم یعنی x و y رو بر حسب x پریم y جایگذاری بکنیم تا این معادله رو بتونیم بر حسب x پرایم y بنویسیمش یا ببریمش به دستگاه مختصات دوران یافتمون که دستگاه x و y هست خب بیا جایگذاری بکنیم چی خواهیم داشت چیز حسابی خواهیم داشت آ در چی؟ به جای ایکس میذاریم چی؟ به جای ایکس میذاریم کوسینوس تتا x کوسینوس تتا ایکس پریم من های سینوس تتا وای پریم سینوس تتا وای پریم این الان ایکس قدیممون هست درسته پس آ ایکس دو این کلش به توان دو درسته به علاوه بی کوچیک در ایکس در وای ایکس من هست چی؟ هست کوسینوس تتا ایکس پریم من های سینوس تتا وای پریم در وایمون که هست چی؟ هست سینوس تتا x پریم به علاوه کسینوس تتا وای پریم میدونم این کارهای خور خسته کننده است ولی واقعا نتیجه جالبی خواهد داد خب این از جمله دوم جمله سوم هست سی وای دو سی در وای چی هستش وای هست سینوس تتا x پریم به علاوه کسینوس وای پریم وای کلش به توان درسته بعدش داریم دی در x پس میشه به علاوه دی در x هست چی کوسینوس تتا x پریم من های سینوس تتا وای پریم درسته به علاوه جمله بعدی از ای در وای پس میشه ای در من هم کم کم دارم قاطی میکنم سینوس تتا x پریم به علاوه کوسینوس تتا وای پریم این هم وایمون هستش به علاوه اف مساوی با صفر اونقدر هم بد نشد دو خط مادر است خب حالا باید چی کار بکنیم باید این جمله ها رو که به توان دو دارن رو بست بدیم و بعد بیام یه سری فاکتور گیری بکنیم جمله هایی که مثلا ضریب x پریم دو دارن رو با هم دیگه فاکتور گیری بکنیم وای پریم دو ها رو با هم دیگه فاکتور گیری بکنیم ایکس پریم وای پریم ها رو با هم دیگه یه جمله بکنیم ایکس پریم تکی رو یک جمله وای پریم تکی رو یک جمله و نهایتا اف هم که یه جمله ثابتی هستش یا اگر هر ثابت دیگه هست به اون اضافه بکنیم خب بعد از اینکه این, این کارا رو بکنین که من این مرحله رو به خودتون واگذار میکنم ضرب و تقسیم و فاکتور گیریش رو که انجام بدین میتونیم ضرایب A و و C o, D, o, e, o, رو به دست بیاریم A و و C و D و و رو به دست میاریم و این وسط B که برای ما مهم بود پس اون ضریبی که واسه ما مهم بود کدوم بود B بود میخواستیم این جمله صفر بشه یعنی میخواستیم B مساوی صفر بشه اینجا با ای رنگ دیگه براتون میمیسم به دست میاد B مساوی هستش با چی؟ من یه خوره حساب کتاب رو قبلا هم کردم اینجا واسه فقط جواب آخرش رو میمیسم بعد از فاکتور گیری رو ساده کردم میشه دو در سی منهای آ در سینوس تتا در کوسینوس تتا پس همینطور که گفتیم این ذرایب و بی و سی و دی و اف به تتا وابسته هستن سینوس تتا در کوسینوس تتا به علاوه بی کوچیک در آم کوسینوس دو من های سینوس دو تتا کوسینوس من های سینوس دو اتتا. خب که ما میخوایم این جمله برابر با صفر بشه ببینیم تتایی وجود داره که اینو صفر بکنه یا نه چون این تتاای مناسب قرار بود که این بیر رو مساوی با صفر بکنه خب برای اینکه بتونیم ببینیم وجود داره یا نه یه خورده بعد ساده ترش بکنیم کوسینوس دو تتا های سینوس دو تتا از اتحادهای مثلثاتی یادتون هست برابر با چی میشد برابر با کوسینوس دو تتا میشد درسته خب این هم داریم اگه این سی ام های آ رو فعلا بذاریم کنار داریم دو در سینوس تتا در کوسینوس تتا دو تا سینوس تتا کوسینوس تتا مساوی با چی میشد بیاید اینجا ببینیم دو تا سینوس تتا کوسینوس تتا از اتحاد مثلثاتی یادمون باشه که میشد سینوس دو تتا درسته پس اینجا هم داریم این, جمله میشه بی کوسینوس دو تتا جمله اولمون هم میشه سی های آ سینوس دو تتا داریم سادش میکنیم میخوایم این مساوی با صف بشه خب بیاید یه خورده دیگه باش بازی بکنیم ببینیم چی میشه این جمله اول رو ببریم دست چپ به دست میاریم چی؟ B در کسینوس دو تتا کسینوس دو تتا مساوی میشه با خب چون یه منفی میخوره منفی رو میبریم توی اون ذریب ثابت میشه آی منهای C سی در سینوس دو تتا سینوس دو تتا. خب حالا میتونیم این کوسینوس رو بیاریم سمت راست آیمنهای منهای سی رو ببریم سمت چپ خواهیم داشت سینوس تتا رو کسینوس دو تتا سینوس دوتتا روکاسینوس دوتتا میشه چی میشه تانجانت دوتتا مساوی میشود با چی با B روی آیمنهای سی درسته بی روی آی من های سی تانجانت دوتتا هستش پس دوتتا مساوی میشود با آرک تانجانت بی رو آی منهای سی دقت بکنید که این تابع تانجان چون بردش از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت هستش به ازای هر مقداری از بی و آ و سی این معادله جواب داره تانجانت دوته تا مصبت بی رو آی سی این جالبی قضیه هستش یعنی ما به یه معادله ای نرسیدیم که فقط به ازای بعضی از مقادیر A و جواب داشته باشه این معادله ای که به ازای همه A ها به ما یه جواب میده این واقعا نکته جالب کل این قضیه اینجاست که به ازای هر A ما میتونیم یه تتایی پیدا بکنیم که بی رو برای ما صف بکنه خب پس دو تتا مساوی این تتا خودش مساوی با چی میشه چون مهمه بیاد قرمز بنویسمش تتا کجا بنویسیم که جا بشه بیاد اینجا بنویسیمش تتای تتای مناسب مساوی شود با یک دومه آرکتانژانت بی روی آی من های سی پس ما اگر بیایم یه دور دیگه بیاد ببینیم چی شد خب یه خورده شاید اینجا تون پیش رفتیم نمیخوام که سردرگم بشید خب ما از کجا شروع کردیم یه همچین معادله ای داشتیم ax دو به علاوه bxy به و cy دو dx به ey f مساوی با این معادله بود که ازش شروع کردیم معادله یک خب این معادله برای این دستگاه آبی رنگ نوشته شد دستگاه x و y. <تصفح> گفتیم که اگر ما میتونیم یک زاویه تتایی پیدا بکنیم که اگر به اندازه اون دستگاه مختصاتمون رو دوران بدیم یعنی ببریم به این دستگاه بنفش رنگ برسیم دستگاه X و Y پریم و بعد این معادله یک رو تو اون دستگاه جدید بازنویسی بکنیم به این فرم در میاد به فرم A X پریم دو به پریم دو به D X F مساوی صفر دیگه اون جمله x پریم y پریم رو نداره یا اون جمله x y رو نداره دیگه اگر ببریم به اون دستگاه مناسب و اون وقت طبق قضیه یک این معادله یک مقطع مخروطی هستش یک مقطع مخروطی استاندارد توی دستگاه اکسپریم وای پریم هستش پس این معادله در حالت کلی یه مقطع مخروطی دوران یافته رو ت... توصیف میکنه و خب شرط این که این ادعای ما درست باشه چی بود شرطش این بود که بتونیم یک تتای مناسب پیدا بکنیم که اگر به اون اندازه دوران بدیم دستگاه مختصاتمون رو این ضریب بی بزرگ توی معادله بازنویسی شده برای دستگاه اکسپریم وای پریم بشه و آمدیم بعد از یه خورده حساب کتاب دیدیم که به ازای هر مقداری از A و B و C و D و E و F کوچیک ما میتونیم تتای مناسب پیدا بکنیم که تتای مناسب هم شد یک دوم آرک تانجانت B رو آیمنهای C و اگر اون اندازه دوران بدیم دستگاه مختصاتمون رو میتونیم معادلمون رو به این شکل بازنویسی بکنیم که یک مقطع مخروطی هستش خب اینجا تقریبا بحث در مورد دوران محورهای مختصات کامل میشه میدونم که بحث یه مقدار سقیل و پیچیده ای هستش اما اصلا نگرانش نباشید اگر یه مقدار خودتون بر خودتون این روندی که اینجا طی شد رو مرور بکنید مطمئن باشید که کامل براتون جا میافته. خیلی سریع من میخوام یه جنبندی کلی هم بکنم بریم توی یه صفحه جدید و خیلی سریع ببینیم که چه اتفاقاتی افتاد توی دوران محورهای مختصات خب خلاصه این داستان خدمت شما ارز کنم که دوران محورهای مختصات میشه این قضیه دو کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی که اینجا براتون آوردم قضیه دو میگه مکان هندسی نقاطی از صفحه که در معادله ax2 به علاوه bxy به علاوه cy2 به علاوه dx به علاوه ey علاوه مساوی صف صدق میکنند به جز در حالات استثنایی که توهی یک نقطه یک خط دو خط موازی دو خط متقاطع یا کل صفحه میباشد یک دایره یک بیزی یک سهمی یا یک حزلولی است فقط من اینجا یه چیز اضافه میکنم احتمالا احتمالا چی؟ دوران یافته دوران یافته یعنی دیگه لزوما افقی یا عمودی نیستن فرق قضیه دو با قضیه یک اینه به خاطر این جمله به که اینجا اضافه شده این معادله میتونه مقاطع مخروطی دوران یافته رو هم علاوه بر افقی و ها توصیف بکنه یا خمشون رو به ما بده که میزان این دوران ما چقدر بود دوران ما بود تتا مساوی یک دومه آرک چی B روی آی من های C درسته پس اگر B غیر صفر باشه یعنی این جمله رو داشته باشیم مقطع مخروطی ما هرچی که هست دوران یافته است و برای بتونیم مقطع مخروطی رو تشخیص بدیم چیکار میکنیم میایم تتا رو اول حساب میکنیم درسته بعد میایم دستگاه مختصات دوران یافتمون رو در میاریم یعنی میایم x و y رو پیدا میکنیم که چه جوری باید بحث به حسب x پریم و وای پریم بنویسیمشون این همون تبدیلایی هستش که توی صفحه قبل به دست آوردیم یا تو باشه x میشد کسینوس تتا در x پریم منهای سینوس تتا در وای پریم وای هم میشد سینوس تتا x پریم به علاوه کسینوس تتا در وای پریم اگه یادتون رفته میتونید ویدئو رو یه خورده بزنید عقب اونا رو ببینید دوباره پس بعد از پیدا کردن تتا میایم x و y رو به به x و y پریم به دست میاریم جاگذاری میکنیم توی این معادله معادله رو بس به x پریم و y پریم بازنویسی میکنیم و اون وقت میبینیم که این جمله از بین میره و معادله به فرم a x پریم به علاوه c y دو به علاوه d x به علاوه e y به علاوه f مساوی با صفر در میاد که این دیگه یه مقطع مخروطی عادی هستش که میتونیم خیلی ساده تشخیصش بدیم چی هستش با خورده بازی کردن با مادرش خب اینم از داستان دوران محورهای مختصات ببخشید این ویدئوی خور طولانی شد اما چون مطلب یه مقدار سنگین بود باید بیشتر در موردش توضیح میدادم تا ویدئوی بعدی خداحافظ